آینده ایران خیلی ممنون ایزان در سطح گسترده برنامه های ما رو پخش میکنن دوست گذارم که اینقدر پیگیر هستید برنامه ها رو دنبال میکنید نشست نقب البته بعد از نشست در حقیقت شرمالشیخ شیخ بود که در مصر برگزار شد بعدش اومدیم وارد نشست نقب شدیم در صحرای نقب که اسرائیل برگزار کرد و کشورهایی چون مصر و بحرین و امارات و اینا اونجا حضور داشتن و این خب قضیه است که برای ایران پرسشگری زیادی داره که آیا اینا واقعا میخوان اعتلاف در برابر ایران ایجاد کنن ولی پشت پرده داستان این نیست اصلا سر مصر ما وقتی که نگاه میکنیم مصر یه جورایی نه تمایل اینو داره با ایران سرشاخ بشه و بهتره بگم جرأتشم هم نداره اصلا ابزار اینو نداره با ایران بخواد سرشاخ شه مصر بعد از این داستان جمال عبدالناصر که یه اقتدار پان عربی در سخنان و سخنانی هاش موج میزد و بعد از اون شکست خفتباری که در کنار اردن و سوریو اینا در برابر اسرائیل در جنگ شیش روز خوردن 1949 منظورمه بعد از این داستان ها مثل دیگه بازیگر جدی در عرصه که منطقه نیست ولی خب اون اوباحتی که بالاخره از گذشته مثل داشته همچنان به عنوان یک بازیگر میخوان بذارنش مثلا روی میز ولی واقعیت های در حقیقت اقتدار نظامی و به ویژه مسائل اقتصادی در مصر به قدر این پارامترها ها ضعیفه که مصر رو دیگه نمیتونه به عنوان یک بازیگر و بازیگر در حقیقت نقش اول بخواد وارد بازی کنه خب مسئله که وجود داشت الان اخباری داره میرسه که یکیش روزنامه الزمان عراق بود در هفته ای که گذشت گفتش که این آقا سامحل شکری این آقای شکری وزیر امور خارجه مصر که در نشست نقب بلند شده رفته در سرای نقب و کنار نخص کنار وزیر امور خارجه اسرائیل و آمریکا آقای آنتونی بلینکن اونجا نشستن و برنامه های ضد ایرانی چیدن اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که سامر شکری در هفته که گذشته نامه ای نوشته برای امیر عبداللهیان و ایران یک نامه می نویسه برای وزارت امور خارجه ایران و یکی از منابع آگاه به روزنامه الزمان عراق این قضیه رو اومده گزارش داده و در مورد این نشست یک توضیحاتی داده که یک خط از این نامه به بیرون درس پیدا کرده توضیحاتی داده و گفته که آقا من نمیخوام کشور من دنبال درگیری با ایران نیست و گفته ما نمیخوایم تقابلی با ایران داشته باشیم حالا چه دلیلی داشته که مصر در نشست نقب حضور داشته باشه مشخصه فشار اقتصادی که در موردش صحبت خواهیم کرد اما اون یه خط تا من براتون بگم که آقای سامحل شکری که ایشون باشه که اینجا دارید میبینیدش نامه ای که داده اینه که مشارکت مصر در نشست اخیر شرمول شیخ یا نقب شرمالشیخ در مصر البته در مصر که در جنوب یک اون بخش جدا شده از مصر که جنوبش در حقیقت تقسیم میکنه دریای سرخ به دو شاخه که این دو شاخه دیگه در قالب کانال سوئز رد میشن و میگه که من شرماشخ که اونجا مثل نقب هم که صحرای نقبه که متعلق فعلا به رژیم صهیونیستی. است میگه مشارکت مصر در نشست شرمالشیخ یا نقب به معنای موافقت مصر با عضویت در اعتلاف علیه یکی از کشورهای منطقه نیست منظورش ایرانه چرا که سیاست مصر به گواه نقش تاریخی آن در قبال مسئله فلسطین و امنیت خلیج فارس که بخشی از امنیت ملی مصر تلقی می شود در بیطرفی استوار است این خیلی نکته مهمیه بحث بس برای چیه؟ چرا اینا بلند شدن رفته؟ الان قشنگ سه تا نشست علیه ایران تو منطقه برگزار شده که میتونم بگم دست به نق تو هر سه تا نشست نه تو دو تا نشستش نه تو هر سه تا نشست بوده مثلا که تو نشست چیز الان یادم نمیاد نشستی که در اردن برگزار شد نمیدونم مصر اونجا حضور داشت، چی اون مرتکه که بود نخست وزیر وابسته به آمریکا بنزاید بود پادشاه اردن بود بله مصرم بود مصرم بود ال سی سی هم اونجا بود در نشست یکی از شهرهای بسیار زیبا شهرهای ساحلی بسیار زیبای اردن اونجا یک جلسه ای داشتن و مصرم اونجا حضور داشت یعنی سه تا نشست نقب شرمال شیخ و نشست اردن در هر سه نشست مصر حضور داره به خاطر فشار اقتصادی که داره تحمل میکنه تهدیدش کردن بیا بشین میخوان یار جمع کنن یه نکته ای خب یار جمع کنید ولی <laughs> <applause> در برابر ایران این مدل یار جمع کردن حکایت جمع چند تا صفره مصری که الان تازه اومده با شما به خاطر فشار اقتصادی دست زیر ساتوره زیر ساتور شما هست باید بیاد این چیکار میتونه علی ایران بکنه ولی به اینکه اراده هم نداره سری هم نامه نوشته آقای شکری به ایران آقا ما نمیخوایم درگیشیم و ما داستان به حال درگیری با شما رو نداریم ما برای که از قدرت ایران امروز همه میترسن ایران که ابر قدرت جمع شماها جمع چند تا صفر بحرین و امارات کیلوی چندن اینا رو که تازه ایران برخورد نمیکنه اینا رو اگه بخویم برخورد کنه ایران میسوره به دست همتبارای یمنی خودش برای <تصف> چی آخه اینا شاخبازی در میارن برای ایران و جالب بودیدم یکی از مقامات بلندپایه مصری اونم نخواست افشا بشه در گفتگوش با یک رسانه ایست به نام العربی جدید العربی جدید اومده صحبت کرده گفته آقا تحرکات دیپلماتیک اخیر در منطقه و دیدار سران کشور منطقه در دو هفته اخیر با هدف آرایش مجدد نیروهای سیاسی در سایر متغیرهای منطقه است بعد میگه که وی تاکید کرده که قاهره با این تحرکات چندان همدلی ندارد و تحت تاثیر بحران اقتصادی خود ناچار به پذیرش برخی از دعوت ها شده است این واقعیت میدانی است آمریکا ابو زبی و ریاض و اینا رو تهدید میکنه اینکه آقا من تامین امنیتتون میکنم اگر من نباشم ایران شما رو میاد می و مثلا فلان میکنه بل میکنه که البته نمیدونه که خودش هم باشه ما راحت تر اگر, اگر, اراده و اگر واقعا به این نتیجه برسن حاکمان ما این اقدام واقعا انجام خواهد شد و جگرگوشه ایران بهرین. جزی از خاک لاگنفک ایران قرار خواهد گرفت چه آمریکا بخواد چه اسرائیل بخواد یا نخواد مهم نیست مهم اینه که فعلا سران مملکت ما نمیخوان اجرایش بکنن هر زمانی که ایران تصمیم بگیره این اقدام به یاری مزه انجام میشه و آمریکا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه ولی با اینا با فروش مثلا توهم امنیت داره اینا رو وارد جلسات این چنینی میکنه برای آگاهی بگم امارات هم پالس فرستاده پالس مثبتی فرستاده گفته این که ما میریم اونجا میشینیم اینا رو شما ایران عزیز نگاه نکن ما از آمریکا میخوایم مثلا ناراحت نشه صدامون کرده اینا امارات امروز بیش از دیگران دنبال ارتباط با ایرانه امارات امروز نگاه میکنه به قطر کشور همسایش قطری که سر داستان سوریه با ما کارد و پنیر بود قطری که در رأس خائنان بود در جنگ سوریه ولی دوزاریش افتاد آقا دستی که نمیتونی قطع کنی مثل بچه و آدم اومدن دست آقای خامنه ای رو بوسیدن قطر دوزاریش افتاد که آقا آمریکا اون برای دنیا خودش نمیتونه جمع کنه مردم خودش وضعیتشونونه اونه دیگه ته تمدنی که در یک انتخابات های اخیرش برسه به دوگانه ی ترامپ و هیلاری کلینتون و دور بعد بدتر بشه خود ترامپ و هیلاری کلینتون یعنی دیگه سیاسی دوره بعد بدتر بشه برسه به ترامپ و بایدن یعنی شما نیا کنید پیر مرد دیگه تو هوا دست میده دیدید حالا دیگه اکارای دیگه که باد شکم اینا رو که ولش کن تو هوا دست میده تموم شده سخنرانیش تو هوا اینجوری دست میده چرا <تصفح> دست میده اخی به اینجا میرسه یعنی چی یعنی آقا دیگه انقدر قحط رجال شد در آمریکا گفتن آقا دیگه بایدن باز یه تاریخچه‌ای داره یه کارنامه‌ای داره حالا با توجه به اینکه پسر بایدن یه پدوفیله خود بایدن هم یه جورایی پدوفیله دختر بچه بازه دختر بچه بازه رم نمیکنه یعنی دیگه انقدر قهت و رجال شد این رو گذاشن. خب این تمدن نابوده قطر این قضیه رو نگاه کرد واقعا آمریکا که تهش شده ترامپ و بایدن شده من بلندشم الان چیکار کنم ایران بغل دست منه بعد نگاه میکنه به امپراتوری بزرگ ایران که امپراتوری واقعی است داره تشکیل میشه رهبریتش رو نگاه میکنه رهبر اینان آخه شخصیت تو رو خدا داشته باشید 83 سالشه بعد بذارید کنار بایدن و کنار به خدا یک هزارم این کارهایی که بایدن رو ترام کردن تو دوران ریاست جمهوریشون یک هزارمشو یک سوتین از ایزت نشان ای پادشاه ایران میگرفتن پاره کرده بودن خودشونا نگاه کن یک ساعت و دقیقه این... بابا خیلی مهمه با دهن روزه یک ساعت و 20 اومده سخنرانی کرده با من اینجا خودم من بچه چل ساله هنو چل سالم نشده تا میام صحبت کنم انرژی دیلینک نباشه وا میرم باید یه انرژی بزن یه آدم میاد یک ساعت خورده ای صحبت میکنه یه آب نمی نوشه بچه ما چی رو با چی میخوایید مقایسه کنید قطر دید آقا از, از هر نظر بگیم آمریکا رو به افول ایران رو به ظهور اومد کنه حالا الان امارات هم دوزاریش افتاده امارات هم داره هر روز پاچخاری ایران رو میکنه ولی از اون ور اینا تو سری خورن دیگه بالاخره تو سری خورن جلسه ی علی ایران میشه میرن میشینن ولی این نشستن ها رو شما زیاد چیز نکنید جدی نگیرید اینا که هیچ اینا که شوخی ارباباشون آمریکاشم پایگاهشون پایگاهشون ایران زد هیچ غلطی نتونست بکنه ایران در شرف اخراجشون از منطقه است اینا واقعیت های رو زمینه حالا برید جلسه بزنید الان هم که دیگه تقش در اومد که آقای شکری وزیر امور خارجه مصر در این هفته نامه داده برای ایران که آقا جان ما هدفمون نیست با شما تقابل کنید و نگاه نکنید ما اونجا الان سه تا جلسه برگزار شده سر خرو خر در سه تا جلسه, کچ کردیم و رفتیم نشستیم اونجا حالا شاید یه دو تا هم شکر ایرانو خوردیم اینا شکرخوریه پشت پرده بدونین ما بالاخره نوکریم ما کوچیکتونیم و فلانیم و این نامه آقای سامع شکری یعنی معناش این بوده امارات هم حضورش یک حضور فیک در اینجا امارات با اینکه شاید حتما از ما کینه داره ولی فهمیده دوزارش افتاده که در برابر ایران راه تقابلی وجود نداره ایران یک امپراتوری واقعی بر روی زمینه یه سری واقعیت ها رو باید قبول کنیم دیگه اصلا از الان بحث صحبت جنگ هسته ای میشه این هم میگن آقا 50 تا کشور علیه روسیه و اصلا سی تا کشور ناتو نگاه میکنیم سیتا کشور ناتو که آمریکا و اینا توش هستن حتی اسرائیل هم اضافه کنیم روش و اینا همشون رو هم دیگه 5400 تا بمب اتم دارن همشون رو هم دیگه اون وقت روسیه به تنهایی 5900 تا بمب اتم داره یعنی دست به نه 500 تا بمب اتم بیشتر داره یعنی میخوام این یه مثال بزنم یه سری چیزا شاید مثلا شما تو تعداد خورد کردی دیگه مثلا تعداد زیاد بشه ولی خب واقعیت ها جای دیگه است یک سری حقیقت ها و تمرکز قدرت ها در جای دیگه است در مورد ایران تمرکز قدرت رو ایرانه ایران قدرته آمریکا هم قدرت رو به افوله نسبت به گذشته خودش همین الان هم آمریکا خیلی قدرت داره ولی نسبت به گذشته خودش رو به افوله و نکته بعدی اینه که آره آمریکا ناوهای خیلی بزرگی داره ناوهای جنگی پیشرفته ای داره سیستم نظامی بسیار 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 پیشرفته ای داره ولی کدوم سربازا در این ناوها هدایت اینها رو در اختیار دارن فیلمی رو یادم در مورد عربستان سعودی اطلاف عربی که راه انداخته بودن اون اوایل خیلی شاخشونه میکشیدن برای بچه های حوسی یمن بعد یه دونه فیلم در اومد که آقا این ارتشی های چتباز یگاون چتبازی عربستان سعودی دارن از این هواپیما میخوان به پرن پایین میترسن شما بهترین تجهیزات هم بدید به یک مش آدم هایی که از نظر عقیدتی اینا به یک استاندارد منطقی نرسیدن اینا چیکار میخوام بکنن سرباز آمریکایی یا سرباز این جبهه مقابل جبهه دشمن که به خاطر این فرار از مدرسه و فرار از جرمایی که انجام دادن و بیکاری و ایدا پیوستن به ارتش اینا نمیتونن از این ابزار آلا در برابر یک نیروی عقیدتی همچون بچه های سپاه گارد جاویدان ایستادگی بکنن که یا نیروی عقیدتی همچون بچه های حوسی یمن بچه های الله مقاومتی داشته باشن که این که شما امروز میبینید اسرائیل سربازانش یک مقاومت هایی دارن و تو منطقه وایس خب اسرائیل ما بخوایم یا نخوایم سرباز های از جنس عقیدتی هستن اینا واقعیت هاست. ما نباید مثلا چون دشمنه چیز کاری سرباز عقیدتی حالا عقیده خیلی غلطی داره ولی عقیدتی هستن یک تنفری نسبت به مردم منطقه دارن سربازان اسرائیلی و اون تنفره خودش یه عقیده دیگه بالاخره یه عقیده اونجا نهفته است و هر حال دارن مقاومتی میکنن ولی سرباز آمریکایی حتی مثل سرباز اسرائیلی نیست سرباز آمریکایی اصلا عقیده ای نداره روی هیچ بحثی اینا نکات بسیار مهمیه قربونتون برم به هر حال مسئله که وجود داشت این بود و وزیر و مخارجه مصر نامه داد به ایران گفتش که با ایران هیچ درگیری نداره و این نشست به خاطر مشکلات اقتصادی بوده که مصر رو مجبور کرده اینگونه گونه نوکرسفتی از خودش علیه ایران ظاهرا نشون بده ولی در باطن میدونه که بایستی دستبوس ایران بزرگ باشه پاینده ایران و بدرود